درود بر شما بینندگان تلویزیون پادیاوند و اندیشکده پارس یهود. یک بار دیگر با شما هستیم در این برنامه و میخوایم در مورد اعیادی که این روزها در اورشلیم به پا هست با شما صحبت کنیم. بنا به روایت باورمندان یهود، روش هاشانه عید روز آفرینش حضرت آدم رو خاطر نشان میکنه که در اون تقدیر هر موجودی در سال جدید تعیین میشه. امروز دعوت کردیم از کارشناس ارشد فلسفه یهود، تلمود و حقوق عبرانی، جناب ربای آویهای رحیمی که در این باره با ما و با شما صحبت کنه و برای ما این جشن رو بیشتر توضیح بدن. جناب رحیمی، ما در حضور شما هستیم، بفرمایید. با سپاس به خانم پرم و برحال برنامه پادیاوند که از برای این هستش که تا چند روزه مستحکمتر بکنه پیوند دو ملت پارس و یهودو. آنچه که در این کنسرت روز آفرینش که هفته پیش بود که پخش شد لایف و به عنوان فردی که حاضر بودم در این برنامه و حضور یافتم، در کنار نخبگان، فرهیختگان، دیپلومات ها که در این برنامه شرکت داشتند، در حال از این نظر سرفراز بودم که این برنامه رو پخش مستقیم به زبان فارسی داشته باشم در کنار زبان های عربی، عبری، انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی. و جالب بر این که اگر بخوایم به پیشینه نیاکان یهود ما برگردیم که روز خلقت و روز آفرینش در روز 25 ایلول می باشد که یهودیان و باورمندان یهود خودشون رو آماده می کنن برای سرآغاز سال و سرآغاز سال و طبق باورمندان یهود بر این است که 5779 سال پیش آدمی آفریده شد. از نظر نظریه هایی که ما داریم ممکنه بیگ بنگ باشه، داروینیز باشه و آنچه که از نظریه پردازه علمی و پژوهشی آمده باشه، اگر ما بخوایم این رو در مقایسه آنچه که در آفرینش و زیربنای فکری و ده فرمان گرفته تا اینکه آیین محمدی و آینه عیسوی با بنگریم که بیش از 3 میلیارد نفر باورمند هستن با آنچه که در کتب مقدس یهود آمده، در این روز خلقت آدم می باشد، یعنی که زمین و آسمان آفریده شد، نور و تاریکی و جانداران و گیاهان و غیره، و روز خلقت و روز آفرینش رو ما در روز روش هشانه جشن میگیریم که در اصل در این روز هست که آدمی آفریده شد، یعنی آدم و حوا به عنوان دو فردی که یکسان بودند و حقوق انسانی و کرامات انسانی یکی برخوردار بودند آفریده شدند. از این رو یهودیت آغاز سال خودش رو از نقطه نظر سال نو شروع نمی کنه، برای که سرآغاز سال هست. هر روز شما در نظر بگیرید 6 روز هفته، روز شنبه روز آرامش خاطر برای یهودیان هست و همه چی روی اتومات میره و تلویزیون ها، سمارت فون ها و تمام اینها خاموش میشه، فقط برای موردی های اضطراری و تفکر خاصی در این روز هست. همینطور که ما 7 روز هفته رو داریم، روش خودش رو داریم، یعنی در سرآغاز ماه خوانده شده هر ماه، و سرآغاز سال که همانا روش هشانه هست. از نظر گاهنامه یهود اگر ما بخوایم در نظر بگیریم، از یک طرف که مصادف میشه از نظر پارس یهود با نوروز ایران باستان و خروج بنی اسرائیل از مصر هست که در ماه نیسان هست، و در این روز، در روز اول تشری، در روزی است که آدم و حوا آفریده شدند بر طبق
گاهنامه یهود. با سپاس. اگه سوالی هست من در خدمت هستم. سپاسگزارم جناب رحیمی. من خودم به عنوان یک زرتشتی این سخنان رو که شما امروز توضیح دارین در موردش برای اولین بار بود که میشیدم و برام خیلی جالب بود. سوالای زیادی دارم که از شما بپرسم، اما وقت این برنامه‌مون به پایان رسیده. اگر اجازه بدید در برنامه بعدی ادامه این جشن و توضیحات شما رو داشته باشیم برای بینندگان پادیوان. سپاسگزارم بینندگان گرامی که به تا این لحظه با ما بودید. با ما باشید با برنامه‌های بعدی. تا درودی دیگر بدرود. با سپاس. پاینده ایران. به امید دیدم.